علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای افشاری خیلی خوش اومدیم به برنامه. به نظر شما تصویر سازی دانشگاه از استادان مستقل در راستای چه هدفی داره انجام میشه؟ خب این هدفی است که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته از همون فردای پیروزی انقلاب با تصفیه و اخراج برخی از اسادیدی که به حال عمده اونها را به ناحق به وابستگی به حکومت پهلوی یا ساواک و غیره متهم کردند، در گام بعدی در خیلی در سطح گسترده‌تری انقلاب فرهنگی رو داشتیم. باز ما در دهه‌های 70 80 موازات گسترش فعالیت‌های انتقادی در دانشگاه‌ها هم و دانشجویان و همراهی اساتید شاهد این برخوردهای گزینشی بودیم که دوباره البته به حال اساتید می‌دونید در گزینش اونها در جمهوری اسلامی آزاد نیست، بالاخره معیارهای ایدئولوژیک در کنار صلاحیت‌های آموزشی و علمی اعمال میشه، اما خب طبیعتاً ها نمیتونن همه چیز رو کنترل بکنن یا برخی از اساتید خب در مقاطع دیگری مواضعشون متفاوت میشه. اینه که همیشه این کار رو انجام دادن. به حال بعد از جنبش زن انقلابی زن زندگی آزادی هم هراس و وحشت نهاد ولایت فقیه و بازوهای اطلاعاتی و نظامیش چون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران از دانشگاه جنبش دانشجویی و اساتید بیشتر شده، اونها دوباره به همون روش قدیمی متوسل شدن چون به حال اهل رقابت در میدان آزاد و منصفانه نیستن، همیشه شیوه های کثیف هست و پاک کردن صورت مسئله میخوان استفاده کنند. یک موج دیگری را از تصفیه، سرکوب، محدودیت های مختلف، انتقام گیری از دانشجو، خب ما یک چشمش رو در دانشگاه فرهنگی تبریز می‌بینیم، ممکنه در دانشگاه‌های دیگه هم بره، محدودیت‌ها رو در خوابگاه بیشتر بکنن، امکانات رفاهی دانشجویان رو کمتر بکنن و مجموعه از این برخوردها. منتها خب همون گونه که در 4 دهه گذشته پاسخی نگرفتن، آینده هم همین خواهد بود. اینها اگر همه اساتید دانشگاه‌ها در رشته های علوم انسانی رو هم از خودشون بذارن، تندترین نیروهاشون بگذارن، تغییری در موازنه قوا در دانشگاه ها در کشور ایجاد نمی کنه. دانشگاه تسلیم نمیشه. اساس دانشگاه بر نگرش انتقادی هست، بر یک نوع گشودگی ذهنی هست به سمت افقهای تازه. دانشگاه مثل حوزه نیست که همش در پی تبیین و توجیه مسائل و موضوعاتی در گذشته باشه. نه، دانشگاه به سمت افقهای تازه، هیچ فرضیه ای، هیچ نظریه ای حرف آخر نیست و هر آن میتونه فرو بپاشه و نظریه دیگری جایگزین بشه. حتی اساتیدی که اینها از خودی ها آوردن، خیلی از اونها در گذر زمان یا نظراتشون عوض شده و از خودی ها خارج شدن یا منفعل شدن در خدمت تبلیغات اون نظام آموزشی مد نظر جمهوری اسلامی، یعنی به طور مشخص نهاد ولایت فقیه نبودن. منها هی به غلط فکر میکنن که اگر دیگران رو ساکت کنن، دهانهای غیر خودی ها رو ببندن، حرف خودی ها به کرسی مینشنه. خب این گونه نیست. این حرف خودی ها، حرفی که اون نظام آموزشی مطلوب امثال خامنه ای و احمد جنتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابراهیم رئیسی، اینها خریدار نداره و روز به روز از حامیان این نوع حرف ها هم کاسته شده. ولی به هر صورت متاسفانه حقوق برخی از اساتیدی که به مسئولیت دانشگاهی خودشون و اخلاقی خودشون عمل کردن، پایبند بودن به آزادی های آکادمی، به سنت روشنگری دانشگاه تضییع شده که متاسفانه اونها نه اولین هستن و نه تا زمانی که حیات جمهوری اسلامی باقی است آخری خواهند بود. ولی این روش ها جواب نمیده. همین هایی هم که اینها حالا با اعمال گزینش های ایدئولوژی، با اعمال تبعیض، با حق کشی، به ناحق این کرسی دانشگاهی رو به اینها میدن، از اینها هم نیروهای وفاداری برای نظام به طور مشخص نهاد و فقیه باقی نخواهد بود. اینها ریزشی های آینده هستن. ولی به هر صورت این که نظام دانشگاه کشور به جای اینکه در خدمت بهترین ها باشه در جایگاه استاد، تبدیل میشه به امتیازی برای قبیله اساتید، الان کسانی که اساساً حتی مدارک علمی معتبری هم ندارن، ولی چون
تسلیم هستند، چون بله قربانگو هستند، چون در خدمت دستگاه سرکوب و ایدئولوژی سرکوب بوده، آنها به ناحق بر کرسی‌های دانشگاهی تکیه بزنند و نتیجه کار اونها هم افت علمی در دانشگاه خواهد بود. خب این بسیار تأسف‌بار هست، ولی متاسفانه دیگه یه هزینه هستش که جامعه به خاطر حکومت ناکارآمد و پاسر جمهوری اسلامی میده. ولی به هر صورت دانشگاه و جنبش دانشجویی تسلیم بشو نیست و مقاومت ادامه داره و این حربه ها هم کارساز نخواهد بود در میان مدت و دراز مدت.